hello my beautiful friends hope you have great health and for and good fortune today I'm going to talk about an interesting and a bit confusing grammar in English language so if you want to learn this grammar grab your pen and grab your notebook and watch this video with care bismillahirrahmanirrahim احترام خدمت یک و یک شما دوستای عزیز برایتون آرزوی موفقیت و چانس های خوب در زندگی کاری در زندگی روزمره و در زندگی آموزشی تان دارم دوستای عزیز امروز می خواهیم در یک در مورد یکی از گرامر های زبان انگلیسی که اکثر دانش آموزان ما با او دچار مشکل میشن و این برای ای را برایتون امروز برایتون تشریح کنم دوستای عزیز امروز میریم در مورد پلیسمنت اف یا اینکه چگونه می توانیم چندین دانست صفت خود را در یک جمله استفاده کنیم ای را برتان کار کنم خب دوستای عزیزم قسمی که قبلا براتون گفتم امروز میخوایم در مورد پلاسمنت اف اجکتیو یا یا اینکه چگونه ما میتونیم اجکتیو ها را و کدام جاها استفاده کنیم امروز میخوایم برتون کار کنیم دوستای عزیز مهمترین ترتیبی که اکثر دوستان مور رو مراعات نمیکنن اکثر دانش آموزای ما رو مراعات نمیکنن این ترتیب هشت است که ما براتون اینجا نوشته کردیم خب دوستان عزیز زمانی که ما میخوایم خواهیم یک چندین صفت را که با یک جمله استفاده کنیم ما با این اساس می‌تونیم چیکار کنیم استفاده کنیم یعنی ما در انگلیسی نمیتونیم several adjective را به دل خود مثلا در یک جمله استفاده کنیم خب در انگلیسی ما اینا را باید در یک اسپسیفیک اوردر یا یک ترتیب معین اینا را استفاده کنیم دوستان عزیز روش استفاده از این است که اپینین در, وقتی میخوای که چندین دانه اجکتیف استفاده کنی اپینین در اول میایه بعد از اپینین سایز میایه که اپینین نظری تان است سایز همون اندازه کدام چیزی هست که مثلا بزرگ است کوچک است یا هر چی است مثلا ایج میایه یا عمر میایه و همچنان شک شپ یا شک یا کالرش میاین اوریجین یا نشنالیتی یا اصلیت می میایه و همچنان متریال یا مواد از خود متریال میایه و همچنان پرپوز میایه که چی پرپوز مثلا یا با چی هدفی استفاده میشه خب دوستان What opinion mean? Opinion is like a personal opinion of someone who is pretty, or nice, or ugly. What are the sizes? For example, is huge, small, or little? What uh, is the shape? Uh, age, for example, old, he's old, young, or new? As well, uh, shape, uh, triangular, and square, round, for example, color, black, white, yellow, blue. Uh, for example, origin, Asian, British, and Afghan. Uh, material, for example, woolen, woollen, and salt and as well purpose, for example, writing, uh, writing paper, for example, running shoes. Two nouns, but one of, yeah, uh, actually, I mean, the as is the fourth dimension. hope دوستای عزیز از این ترتیب استفاده کنین تا که several adjective یا چندین adjective خود در موردر مناسبش استفاده کنین خب دوستای عزیز میریم برای جمله سازی خب دوستای عزیز اینجا ما چند تا مثال رو من نمونه نویشته کردیم و میخواییم که ای را نظر به ساختار که گفتم یا مزی ترتیب معین ازی که گفتم اینا رو برتان اینجا کار کنم خب دوستای عزیز مثال اول مگه که من آن موتر قدیمی سبز را دوست دارم دوستان عزیز ما اینجا چگونه میتونیم که این جمله خود را تبدیل کنیم قسمی که شما میبینید دوستان اینجا ما چند تا داریم قدیمی سبز سعی کنیم دوستان عزیز من آن موتر قدیمی سبز را دوست دارم پس من اینجا دو تا اجکتیف دارم که من میخوایم میرم مینال مایر به چی کدام ترتیب برتان استفاده کنم خب دوستان عزیز پیش میریم دیگه شما قبلا در مورد ساختار جمله خواندین و ما شروع میکنیم خب دوستان عزیز ما شروع میکنم من میگم که من, من دوست دارم میگم که I love یا yeah, I like I love that خب دوستا عزیز دوستا دقت کنین در اینجا چون موتر اسم است و ما همیشه صفتار ها رو قبل استفاده میکنیم پس اینجا ما قدیمی و سبز به چه ترتیب استفاده کنیم دوستا عزیز در این جمله میبینین دوستا Uh, ما اینجا کدام اوپینین خاص نداریم نظر مثلا کدام نظریه خاصی نداریم که ما اونجا پیاده کنم بعد دوستا ببینید سایز اینجا براتون مثلا هیوج اسمال یا لیتل چیزی گفته نشده و اینجا گفته که دوستا چیز اگه ببینید اینجا برای ما گفته شده ایج او اینجا برای ما گفته شده قدیمی یعنی اولد پس دوستا ببینید سبز سبز ده کجا هست بعد از ایج شپ می یعنی اول ما بعد رنگ اینجا است سبز کالر اینجا هست پس اول ما باید عمر یا ایجش نوشته کنیم بعدش رنگش یا کالرش نوشته کنیم پس ما این سیستم میگ میکردم دوست عزیز I, I love that old چون نوبت و سبز است و سبز بعد از ارجیک بعد از اچ قرار گرفته. اینجا نوشته میکنم. I love that old green car ای از دوستا عزیز پس به این سیستم من استفاده می کنم. مثال دوم دوستا فاطمه یک ساعت جالب قدیمی افغانی دارد دوستا عزیز دقت کنین اینجا میگم که فاطمه یک ساعت جالب قدیمی افغانی دارد پس فاطمه را اینجا دوستا ببینیم که من هست سبجکت یا فایل ماست یک ساعت اینجا دوستا از یک ساعت ما اسم است جالب اوپینین ما هست این به نظر ما جالب معلوم میشه پس ای اوپینین ما هست قدیمی هم چی است قدیمی هم, هم امو ایج است خب افغانی هم دوستا ببینین در قسمت دی هشت نامی ببینین اوریجن یا نشنالیتی اینجا ذکر است که برای چی میگن اینجا بچ افغانی گفته شده خب دوستا از, از چی ترتیب ما جمله تبدیل میتونیم پس به این ما میتونیم تبدیل کنیم به جمله ما گفتشت فاطمه یک ساعت جالب قدمی افغانی دارد فاطمه هز has... خب دوستای عزیز دقت کنین فاطمه هز اه a... بین دوستای عزیز ببینید اول تر از همه اینجا کدامش مقدم است چند تا اجکتیف داریم جالب اجکتیف است قدیمی اجکتیف است افغانی اجکتیف است جالب اوپینین است پس ما در اول استفاده میکنیم فاطمه هز اه a... wonderful... بعد از ببینید what هم صفت است افغانی هم صفت است شما ببینید قدیمی سن هست ولی افغانی ارجین هست پس دوستا اول سن می آید اول ایج می آید بعد ارجین پس من اینجا قدیمی نشتم میکنم فاطمه has a wonderful old afghan watch ای از است دوستا خب دوستایی است به این قسمت مثال سوم شما پنهان میکنید اسباب بازی ها را در یک بکس بزرگ سبز مربعی خب دوستایی است شما پنهان میکنید اسباب بازی ها را شما پنهان میکنید اسباب بازی ها اسم هستند بکس بزرگ سبز و مربعی اینا همشان چی هستن اجکتیف هستن خب با چی ترتیب ما این را استفاده میکنیم دوستایی عزیز خب دوستایی عزیز بیاین این قسم استفاده میکنیم به این ترتیب شما پنهان میکنید یو You hide سعی کنین چیز شما پنهان میکنین اسباب بازی ها را You hide the toys You hide the toys در داخل چی میگیم؟ شما اسباب بازی ها در یک بکس بس دوست دقت کنید بکس داریم دقت کنید بکس ما اسم است بزرگ داریم سبز داریم و مربعی داریم پس می این دو سایر با چه سیستم کار میکنیم ای اسم ای اس اس بین این ای سه تا رو باید ما چیکار کنیم قبل از اینکه خود استفاده کنیم یو هاید د تویز این دوستا دقت کنین بزرگ سبز مربعی صفت است ببینید دوستا اول چی هست اول سایز است پس سایز که اومده یعنی بزرگ یعنی بزرگ چی است فور ایگزامپل هیوج اسمول لیرال اور شورت چی هست مثلا پس اینجا بزرگ از اول اومده پس میبینیم که پیش از این دیگه کدام چیز نیست پس ما این را استفاده میکنیم یوب هاید د تویز این a big خب دستور سبز مربعی ببینید دستور سبز کالر هست مربعی شپ هست ببینید اول شپ آمده یا کالر می‌بینید که اول شپ آمده پس شما شپ اول استفاده می‌کنید پس در این سیستم برش میگیم. you hide the toys in a big شپ استفاده می‌کنید مربعی square بعد از شپ چی آمده کالر آمده استفاده می‌کنید سبز green باکس. یه ازی دوستان عزیز پس دی سیستم جور میشه You hide the toys in a big square green box دوستان عزیز ای بود از این بخش و که ما در قسمت بریتان این جملات را من حیث نمونه کار کردیم در قسمت پلاسمنت آف اجیکتیف. خب دوستای عزیز ای بود از درس امروز و انشالله برای ویدیوهای بعدی که ما انشالله خواد ضبط کردیم در مورد چیزایی که دوستای ما تقاضا میکنن دانش آموزای ما بهش دوچار مشکل میشن و تقاضا میکنن که از این قسمت برای ما یک ویدیو ریکارد کنیم انشالله با ما ریکارد خواد کردیم و در ویدیوهای بعدی ما را بیننده باشین دوستا عزیز